سخنرانی تاریخی وداع با هموطنان، جورج واشنگتن. ترجمه و تهیه آموزشکده توانا. جورج واشنگتن از اهالی ویرجینیا و از ملاکان بزرگ آن ایالت بود. او با شرکت در جنگ فرانسه و سرخپوستان در ارتش بریتانیا تجربیات نظامی قابل توجهی کسب کرد. واشنگتن از مهمترین اعضای مجلس نمایندگان ویرجینیا و عضو کنگره قاره اول بود که در سال 1774 تشکیل شد. هنگامی که جنگ‌های استقلال طلبانه آغاز شد، واشنگتن فرماندهی قوای نظامی آمریکا را به عهده گرفت. در سال 1783 با برقراری صلح، واشنگتن از ارتش کنارگیری کرد، اما چنان از ضعف دولت مرکزی که قدرتش برخواسته از قانون اساسی کنفدراسیون بود، دلنگران بود که از نام و اعتبار زیادی که داشت در جهت اصلاحات کوشید. حاصل این تلاش پیشنویس قانون اساسی جدید آمریکا بود که در سال 1787 در فیلادلفیا نوشته شد. جورج واشنگتن به اتفاق آرا به ریاست مجمع فیلادلفیا انتخاب شد و پس از اون که قانون اساسی از سوی قاطبه نمایندگان مجمع تصویب شد، با رأی مثبت نمایندگان بدون هیچ مخالفتی به عنوان اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برگزیده شد. واشنگتن در آخرین سخنرانی مهمی که در مقام رئیس جمهور آمریکا خطاب به مردم این کشور ایراد کرد، در مخالفت با دست بردن در قانون اساسی به نحوی که اونو از کارمایه درونیش تهی کنه شدیداً هشدار داد. اون اعتقاد داشت که تجربه بهتر از هر آزمون دیگری قابلیت‌های قانون اساسی جدید رو نشون خواهد داد و باید به زمان و هنجارها فرصت داد تا محرز شود آیا تغییرات اساسی در آینده شرط مصلحت هست یا خیر. بزرگترین دلنگرانی جورج واشنگتن ظهور روحیه حزبگرایی بود. او که خود را شخصیتی فراحزبی می دانست، کاملا آگاه بود که همیلتون و جان آدامز از یک سو و مدیسون و جفرسون از سوی دیگر آشکارا خود را در دو جناح مخالف می دیدند. یکی از موارد کلیدی مورد اختلاف میان این دو گروه جنگ بریتانیا و فرانسه بود که در سال 1793 آغاز شد. میان این دو گروه درباره موضع آمریکا در این جنگ اختلاف نظر شدیدی وجود داشت. همیلتون و آدامز هوادار عدم دخالت آمریکا در جنگ بودند و عقیده داشتند که آمریکا باید با سکوت از بریتانیا حمایت کند، در حالی که جناح دیگر حمایت از فرانسه را توصیه می‌کرد که در آن زمان یک جمهوری انقلابی بود، ولی طولی نکشید که با به قدرت رسیدن ناپلئون به یک حکومت دیکتاتوری مبدل شد. جفرسون و مدیسون نظری مثبت‌تر به فرانسه داشتند و به شدت با معاهده جی که مفاد آن به نفع بریتانیا و حاصل مذاکرات دولت جورج واشنگتن بود مخالف بودند. با وجود اینکه فدرالیست‌ها به اندازه هواداران جفرسون متعصب بودند، برای حزب حاکم همیشه سهل است که ادعا کند صرفاً بر اساس منافع ملی، نه ملاحظات گروهی یا حزبی عمل می‌کند. واشنگتن در این خطابه ضمن تصدیق اینکه احزاب در کشورهای آزاد می‌توانند تا حدودی جنبه مثبت داشته باشند، از خطرات ناشی از آنها شدیداً ابراز نگرانی می‌کند. او به ویژه دلنگران است که وابستگی‌های حزبی به تفکیک قوا و نظارت و توازنی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است آسیب وارد کند. برای نمونه نمایندگان کنگره و قضاتی که هوادار حزب جمهوری خواه باشند، ممکن است نسبت به یک رئیس جمهور از این حزب تمکین بیمورد نشان دهند و به جای رعایت استقلال در انجام وظایفی که به عهده دارند بر مبنای ملاحظات حزبی عمل کنند. در خاتمه واشنگتن در رد ادعای خوشبینانه‌ای که در مقاله شماره 9 فدرالیست مطرح شده است و مدعی درک علم جدید سیاست است، دلایلی می‌آورد و حقیقت این خودستایی را به طور ضمنی رد می‌کند. او میگوید نظام‌های سیاسی قراردادی حتی در بهترین قالب‌ها نمی‌توانند بدون تحقق برخی پیش شرط‌ها نگهبان یک دولت آزاد باشند. به باور او مذهب و اخلاق به نحوی جدای ناپذیر در هم تنیدند و مستحکم‌ترین ارکان یک حکومت شایسته‌اند. از سوی دیگر فضیلت و اخلاق نتیجه اشاعه عمومی معرفت برای بیداری و آگاهی از خانه عمومی است.
این نگرش در صورتی که واقعیت داشته باشد مایه پیامدهای جدی در عصری است که مادیات در آن غالبند. مراقب روحیه ابداعگری در قانون اساسی باشید و در مقابل آن مقاومت کنید. حتی اگر دستاویزهایی که برای تغییر و اصلاح اون ارائه می کنند در ظاهر فریبنده باشد. یکی از ترفندهای حمله اینه که با تغییر شکل قانون اساسی کارمایه درونی اونو بی اثر می کنن و به این ترتیب اون چرا که نمی تونن مستقیما از بین ببرن ساقط می کنن. هرگاه از شما بخوان تغییری در قانون اساسی اعمال کنید، فراموش نکنید که زمان و هنجارها در تثبیت هویت و ویژگی‌های هر حکومتی حداقل به همون اندازه لازمه که در هر نهاد دیگری که بدعت انسان‌ها باشد. به یاد داشته باشید که تجربه مهمترین آزمون برای سنجش مقاصد واقعی قانون اساسی در هر کشوری است. به یاد داشته باشید که سهولت در تغییر به صرف اعتبار برخی فرضیات و نظریات مایه تغییر مدام خواهد شد، چرا که تنوع فرضیات و نظریات را پایانی نیست. و به خصوص فراموش نکنید در کشوری به پهناوری کشور ما برای اون که بتوان منافع مشترک ایالات را به نحوی مؤثر مدیریت کرد لازم است حکومت به قدر کفایت و تا حدی که تضمین کامل آزادی ها خدشه‌دار نشود قوی باشد. حکومتی که در آن قدرت به درستی تقسیم و تعدیل شده باشد بهترین نگهبان آزادی خواهد بود. حکومتی که نتواند در مقابل فعالیت‌های جناحی مقاومت کند یا آحاد افراد جامعه را وادار کند که قانون را رعایت کنند یا حقوق فردی و حق مالکیت افراد را تضمین کند تا مردم بتوانند از جان و مالشان در نهایت آرامش لذت ببرند، فقط در اسم حکومت است. قبلا به خطراتی اشاره کردم که از طرف احزاب ما را تهدید می کند و به خصوص در باب احزابی هشدار دادم که بر اساس تقسیمات جغرافیایی تشکیل شدند. اکنون مایلم با نگاهی جامع‌تر و به طور کلی درباره تأثیرات زیانبار روحیه حزبگرایی نکاتی را گوشزد کنم. این روحیه با کمال تأسف جزء طبیعت بشر و از اون جدایی ناپذیره و از تعصبات شدیدی ریشه می گیره که در ذهن انسان شکل می گیره. حزبگرایی در همه حکومت‌ها وجود داره و کمتر یا بیشتر یا فرو نشانده شده یا کنترل یا سرکوب شده است. اما در حکومت‌هایی که منتخب مردمند از جایگاهی بلند برخورداره و حقیقتاً بدترین دشمن این نوع حکومت هاست. پیروزی متناوب یک جناح بر جناح دیگه که حس انتقام جویی که بالطبع از نارضایتی حزبی مایه میگیره اونو تشدید میکنه و طی اعصار در کشورهای مختلف موجد سهمناکترین شرارتها شده خود یک استبداد دهشتناک است. اما این روند با گذشت زمان به استبداد رسمیتر و دائمیتر مبدل میشه. ناهنجاری ها و بدبختی های حاصل از اون به تدریج اذهان متمایل میکنه که در جستجوی امنیت و آرامش قدرت مطلقه رو به یک فرد بسپرند و دیر یا زود رهبر یک جناح حاکم که نسبت به رقبا از توانایی برتر یا شانس بیشتری برخورداره از این موقعیت با هدف ارتقای خود بر فراز ویرانه‌های آزادی عموم استفاده می‌کند. بدون اون که انتظار وضعیتی تا به این اندازه افراطی رو داشته باشیم، به باور من دردسرهای متعارف و مستمر ناشی از حزبگرایی به قدر کفایت مهم هستند که مردم خردمند به اون توجه کنند و پرهیز از اشاعه یا تهدید اونو برای خود یک تکلیف ملی بدونن. تحریف اذهان مشاوران عمومی و تضعیف دستگاه دولت همیشه میتونه با هدف مشخصی انجام بشه. این اقدامات موجب برانگیختن اذهان عمومی با تردیدهای بیپایه و اعلام خطرهای بی اساس، برافروختن آتش دشمنی میان مردم و گاه تحریک اونا به آشوب و طغیان می شود. این رفتار در و بروی نفوذ خارجی و فساد می گشاید که به سهولت و با توسل به تعصبات حزبی به دولت راه پیدا می کند. به این ترتیب سیاست و اداره یک کشور تابع سیاست و اراده کشور دیگری می شود. برخی بر این عقیدند که در کشورهای آزاد احزاب نقش مفید نظارت بر دستگاه دولت را ایفا می کنند و برای حفظ روح آزادی لازمند. این اعتقاد احتمالاً تا حدودی واقعیت دارد.
در نظام‌های پادشاهی میهن‌پرستی ممکن است نگرشی جانبدارانه یا دست کم مدارامند نسبت به حزب‌گرایی داشته باشد. اما در حکومت‌های مردمی که دولت منتخب ملت است، تشویق این روحیه جایز نیست. گرایشات طبیعی حکومت‌های مردمی ایجاب می‌کند برای پیشبرد اهداف مفید همیشه به قدر کفایت از این روحیه موجود باشد. از آنجا که همیشه خطر افراط‌گرایی وجود دارد، باید با نیروی افکار عمومی برای تقلیل یا آرام کردن آن تلاش کرد. این آتشی است که نباید خاموش شود، بلکه باید با نظارت مستمر مانع از شعله‌ور شدن آن شد. چون ممکن است به جای آن که مولد گرما باشد، همه چیز را یکسره بسوزاند و به خاکستر تبدیل کند. به همین سیاق مهم است که متصدیان مشاغل و مسئولان اداره امور در یک کشور آزاد همیشه جنبه حزم و احتیاط را در تفکر، تعمق و تعامل رعایت کنند تا در انجام وظایف محوله در حدود اختیاراتی که قانون به آنها واگذار کرده است عمل کنند و نهادها از دخالت در حوزه اختیارات یکدیگر بپرهیزند. این گونه دخالت‌ها موجب تحکیم قدرت و تمرکز آن در یک نهاد می‌شود و این تمرکز در هر حکومتی به استبداد واقعی می‌انجامد. کافی است با یک برآورد منصفانه از عشق به قدرت و استعداد انسان در سوء استفاده از آن که در دل هر انسانی هست به واقعیت این موضوع آگاه شویم. ضرورت نظارت متقابل در اعمال قدرت سیاسی از طریق تفکیک قوا و تقسیم اون میان چند قوه که هر یک پاسدار اراده عمومی در مقابل تعدی سایر قوا خواهد بود، در گذشته و حال بارها تجربه شده است. برخی از این تجربیات در همین کشور بوده است و به چشم خود شاهد آنها بوده ایم. حفظ این قوا به اندازه ایجاد آنها حائز اهمیت است. چنانچه نظر مردم بر این باشد که قانون اساسی در تقسیم قدرت یا تعدیل آن دچار خطا شده است، لازم است هر گونه تغییر مقتضی از طریق اصلاحیه‌ای انجام شود که در قانون اساسی پیش بینی شده است. اما هرگز اجازه ندهید که تغییری با توسل به زور انجام شود، زیرا این روش که شاید در یک مورد عامل خیر بوده باشد، به طور متعارف برای انهدام حکومت‌های آزاد به کار برده می‌شود. تغییر یا اصلاح اصول قانون اساسی فقط زمانی جایز است که نتیجه نامطلوب و همیشگی حاصل از اجرای آن همواره بر منفعت جزئی و زودگذر آن غالب باشد. از تمام گرایشات و هنجارهایی که موجب توفیق سیاسی میشن، مذهب و اخلاق دو عامل ضروری و جایگزین ناپذیرند. اون مدعی که در متن میهن‌پرستی مینویسد بیهوده میگوید، چون این دو رکن اساسی پایه شادمانی انسان و جایگزین ناپذیرند. تکالیف رهبران و شهروندان هم بر این دو رکن استوارند. بر هر سیاستمدار و مرد وارسته‌ای واجب است که آنها را محترم و عزیز بشمارد. شرح کامل اونچه مذهب و اخلاق و با سعادت شخصی و عمومی پیوند می‌دهد در یک جلد نمی‌گنجد. فقط به این پرسش اکتفا می‌کنم: اگر از سوگندی که در دادگاه‌ها ایراد می‌شود و افسار تحقیقات قضایی است، التزام مذهبی را حذف کنید، چگونه می‌توان امنیت مالکیت یا امنیت نام و اعتبار یا امنیت حیات افراد جامعه را تضمین کرد؟ یک لحظه محتاطانه مجسم کنید که می‌توان اخلاق را بدون مذهب حفظ کرد. درست است که با کمک آموزه‌های مدبرانه می‌توان به برخی از آن تأثیر مثبت گذاشت، اما منطق و تجربه نشان داده است جایی که مذهب به عنوان یک رکن اساسی حضور نداشته باشد، نباید توقع داشته باشیم که اخلاق ملی بر جامعه حاکم شود. اینکه فضیلت یا اخلاق ضرورتاً سرچشمه هر حکومت مردمی است، اساساً واقعیت دارد. این قاعده عملاً کم و بیش درباره همه انواع حکومت‌های آزاد جاری است. هیچ هوادار نیکدلی نمیتواند بی تفاوت نظارگر جد و جهدی باشد که در پی تضعیف اساس این بافت است. بنابراین تلاش کنید اولین و مهمترین هدفتان ایجاد مؤسساتی برای گسترش و اشاعه معرفت باشد. به همان نسبت که یک حکومت به افکار عمومی قدرت میدهد، بیداری و آگاهی آن افکار عمومی ضروری است. Thank you.
شما می توانید برای دانلود رایگانی کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی @توانا مراجعه کنید.